اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات امروز در نشستی که داشتن با اکثریت نظر بر لغو پروانه نشریه یا هفته‌نامه یال اسرا گرفتن. این نشریه اصرار بر تخلف داشته. افترا به مسئولان و انتشار شایعات علت تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام شده. سخنگوی ارشاد هم که امروز نشست خبری داشت گفت هرچند ارکستر سمفونیک تهران مشکل مالی داره اما کارش رو ادامه میده. این دغدغه برای تامین نیازهای مالی که همیشه عنوان شده هم از طرف رهبر این ارکستر و هم عواملی که دستن در کارن برحال وجود داره و شما هم این مطلب رو از رسانه ها شنیدید. کار ممکنه افت پیدا کنه، ممکنه فعالیت این دو تا ارکستر یه مقدار به دلیل مشکلات و تنگناهای مالی ضعیف‌تر بشه، اما به تعطیلی انشاءالله نخواهد انجامید. و هشداری دوباره درباره همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای. هر گونه همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور که اغلب شبکه‌های ضد انقلاب معاند و مخالف جمهوری اسلامی هستند یک تخلف و جرم محسوب میشه. البته نوشابادی این رو هم گفت که اگه یه شبکه ماهواره‌ای بدون اجازه آثار هنرمندان رو پخش کنه طبق قانون کپی رایت قابل پیگیریه، البته به شرطی که خود هنرمند سری شکایت کنه. اگر این کار صورت نگیره گاهی شایبه به وجود میاد که ممکنه همکاری به طور ضمنی داره انجام میشه. لغو مجوز نشریه یال سارات به خاطر اقدام به افترا به مقامات، پخش شایعه و اصرار بر تخلف و همچنین توقیف روزنامه بهار به خاطر اقدام علیه نظام هم دو خبر حوزه مطبوعات بود که نوشابادی درباره اونها توضیحاتی داد. ممنوعیت چاپ سررسید با بودجه دولتی هم موضوع دیگه‌ای بود که سخنگوی ارشاد دربارش هشدار داد.